با سلام خدمت تمامی همراهان گرامی اسکای تو، بنده امیر حسین نساجی هستم و امروز قصد داریم که با هم یک نگاه عمیقی به ایرباس 320 تاریخچه‌اش، اینکه چه هواپیمایی، پرفورمنسش چطوریه، اطلاعات فنیش چیه، چطور میتونیم با سیستماش کار کنیم، داخل کاکپیت هر سیستم پنلش کجاست، چه کار میکنه و چطور میتونیم این هواپیما رو دانلود کنیم، این هواپیما پلاگین هاش داخل ایکسپلین چیکار میکنه و در کل یک دوره یا آموزشی ایرباس 320 رو قراره با هم دیگه شروع کنیم. پس با من همراه باشید. خب دوستان، همونطور که میبینید من ایرباس 320 اسکای تو رو داخل فرودگاه کیش لود کردم. این هواپیما بر پایه هواپیمای ایرباس 321 تولیس هسته. شما میتونید هواپیما رو از داخل سایت اسکای تو دانلود کنید. دوستان، ممکنه که شما شبیه ساز ایکسپلینتون حالا فرودگاه کیشش مثل من نباشه، اما شما میتونید سینری ها رو از داخل سایت اسکای تو دانلود کنید. خب اگر یه نگاه دقیق تری داشته باشیم به هواپیما، میبینید که از لحاظ گرافیکی نسبت به ایرباس 321 تولیس کیفیت کمتری داره و این به دلیل اینه که برای سیستم هایی که ضعیفتر هستن و دوست داری که شاید سیستم قوی نداشته باشن و فقط پرفورمنس هواپیماشون مهم باشه، FPS بیشتری داشته باشن. خب دوستان، یه تاریخچه کوچیکی راجع به ایرباس 320 خدمتتون عرض کنم. اون هم این که این هواپیما ابتدا سال 1980 طرح اولیش شروع به ساخته شدن کرد و در سال 1996 اولین پروازهای خودش رو انجام داد و نه که تو این تایم این هواپیما پرواز نکرد یا ایرلاین اون رو نداشت خیر، اما از سال 1996 به طور رسمی در داخل مارکت های جهانی سفارش گرفت و اولین نسخه هواپیما ایرباس 320 بود. که یه نکته جالبی که هست، حالا من عکسش رو براتون داخل ویدیو میذارم، اون هواپیما اصلا نه وینگلت داشت نه شارتلت داشت هیچی، و بعد به وینگلت و بعد هم در سری های بعدی به شارتلت رسید. موتورهایی که برای هواپیمای ایرباس 320 استفاده شده تا به امروز موتورهای IAE و موتورهای CF هستن که جلوتر با هم دیگه هر دو مورد رو بررسی کنیم. خب دوستان، الان هواپیما روی حالت کلندار که اگر داخل رو ببینید، میبینید که هیچ سیستمی کانکت نیست، حتی اکسترنال کار. خب یه نکته جالب شد براتون سوال شده باشه تا به امروز که چرا بعضی از هواپیما که روی زمین گراند هستن یا اصطلاحا میگن هواپیمای خوابیدن، چرا خب سطوح فرامین کنترل فرامینشون همیشه به یک جهت خاصی هستش. خب همونطور که میبینید هواپیما یک سیستم هیدرولیکی داره که انرژیش رو از موتور هواپیما میگیره، که خب وقتی سیستم های هواپیما داخل مدار باشن، چه موتور APU و چه موتورهای اصلی، باعث میشن که سیستم انرژایز بشه و با فشار 3000 PSI سطوح کنترلی رو که تحت فرمان اون سیستم هست کاری رو انجام بده. خب میدونید که الیویتور رو داریم، رادر رو داریم و ایلوره. شاید براتون جالب باشه، اما این هر ستای این سیستم ها از سه سیستم مختلف هیدرولیک هواپیما انرژایز میشن و این یک نکته فیل سیف هستش. حالا من عبارت فیل سیف رو کامل داخل چنل تلگرامم توضیح دادم، شما میتونید به اونجا مراجعه کنید و تکست های آموزشی رو از اصطلاحات تخصصی مطالعه کنید. یک پدیده فیل سیف هستش، یعنی اینکه اگر یک سیستمی رو ما از دست دادیم،
حداقل خسارت برای سیستم کلی باشه و سیستم جایگزینی باعث کاور کردن اون loss of energy, loss of work یا loss of power in the system برای ما داشته باشه و موجب جلوگیری از avoiding more damage، جلوگیری از دمیج بیشتر به سیستم کلی بشه. سیستم هایی که روی هواپیما با هیدرولیک کار میکنن شامل سیستم بریک هستش که در دوتا مینگیر ما بریک رو داریم، سیستم تراست ریورسر هست، سیستم کنترل سورفیس ها سیستم های ایلورن هست، سیستم های متصل به فلپ ها هست، سیستم های متصل به من بهتون نشون بدم، سیستم های متصل به اسپویلر ها هست. اگر که توجه کنید میبینید که من دوربین رو یه مقدار درست قرار بدم. بله، همونطور که میبینید ما اسپویلر ها رو داریم یا اسپید بریک ها رو داریم که اینها هم با هیدرولیک کار. سیستم استابلایزر رو داریم، خود استابلایزر با یک سیستم هیدرولیکی و سیستم الیویتور با یک سیستم هیدرولیک جداگونه کار می‌کنه. و در بالاتر که رادر رو داریم، همونطور که می‌بینید این هم خودش با هیدرولیک آپریت میشه. قسمت های مختلف دیگه ای از هواپیما که از سیستم های هیدرولیک استفاده میکنن دریچه کارگو هستش که میتونید، حالا من ببینم میتونم از اینجا باز کنم که ببینید. situation doors sound alarms about ground service for the external oil high pressure air arm میخوام و door one left forward cargo aft cargo open رو بذاریم. آیا بله، چون هیچ هیدرولیکی داخل هیچ یک از مدارها انرژایز نشده ما در کارگاه رو نمیتونیم باز کنیم. خب در ادامه که هاپون استارت بزنیم، بزنیم من اینو دوباره خاموشش کنم که روی حالت کلوز قرار بدم که اشتباه شد. اوتو این رو هم روی اوتو میتونیم بذاریم. این اگر روی اوتو بذارید داخل خود هواپیما از FMC میتونید تعیین کنید که باز بشه یا بستش، ولی اگر روی حالت کلوز یا اوپن بذارید فقط باید از اینجا برش تصمیم گیری کنید و ممکنه به شما ارور بده. و در نهایت یکی از مهمترین سیستم هایی که وابستگی شدیدی به هیدرولیک داره سیستم اکستنشن و ریتراکشن لندینگ گیر هستش که خب همطور که میدونید یکی از بزرگترین و بیشترین خطاها و فیلیرهایی که هواپیماها دارن مربوط میشه به لندینگ گیر. خب این یک نگاه کلی به سیستم های هیدرولیکی هواپیما.